آقای آیت اصل 98 رو میخونیم. اصل 98، رئیس جمهور در حدود اختیارات خیش در برابر ملت مسئول است. نحوه رسیدگی به این مسئولیت را قانون معین میکنه. قرار بود قسمت اخیر نباشه. در پایان با اون توضیحی که دادیم، دوستان تایید کردن که چون پس از پایان دوره کارش هم ممکنه براش محاکمه ای پیش بیاد، قرار شد باشه خود شما هم بودید که این توضیح رو دادید. بله. نه بعدن آقا قرار شد این مال بعد. بفرمایید حالا. آقای جوادی در حدود وظایف، چون وظیفه است که مسئولیت میره. نه بله، البته معمولاً وظیفه اختیار میخواد، اختیارم وظیفه میاره، منتها مسئولیت در حدود اختیاره. همیشه معمولاً میگوین اختیار مسئولیت میاره، این اصطلاح به اصطلاح اجتماعی و حقوق اینه. اختیار قانونی هم مسئولیت میاره، که در اختیاره نبودش مسئولیتش از این نخواهد. آقای بشارت. رئیس جمهور در حدود اختیارات خیش در برابر رهبر و نمایندگان مجلس و ملت مسئول. بسیار. آقای ربانی املاشی. گفته شد اگر توضیح بخواد. بسیار. آقای رحمانی. موضوعی که آقای جوادی فرمودند و علاوه بر این، اینجا که نحوه رسیدگی به این مسئولیت را قانون معین می کند، اگر توجه بفرمایید و در سیر اصلاح باشید، بعضی چیزها شاید خلاصه امکان داشته باشه که صحیح باشه. نحوه رسیدگی به این مسئولیت را قانون معین می کند، قانون رسیدگی به مسئولیت نمی کند، رسیدگی به تخلف از وظایف می کند، نه رسیدگی به مسئولیت. ما می گوییم که در حدود اختیاری در برابر ملت مسئول است، اون وقت نحوه رسیدگی به این مسئولیت را قانون معین می کند، نحوه رسیدگی به تخلف از وظایف. پس اون اختیارات هم اگر وظایف باشه بهتر است. از این مسئولیت به مسئولیت رسیده نمی کند، بدهکار نیست، هم نشان دهنده بدهکار نیست. ولی وظایف سنگین بوده تخلف از وظایف که قبلا هم گفته شده. آقای یزدی. همون دکتر سیدا جعفری فرمودن منتها اگر کلمه وظایف اضافه بشه روشن‌تر میشه، چون اختیار اینجا طبیعی است که مسئولیت این داره. اختیار یعنی میتونه بکنه میتونه نکنه، ولی وظیفه روشن‌تر میشه. لااقل وظایف و اختیارات. آقای کیاوش. جایی که رئیس جمهور از طرف رهبر در تنفیذ امور و به دست گرفتن مصالح مردم اختیار داده شده شرعاً، باید در مقابل او هم مسئول باشه. در برابر رهبر یا شورای رهبری و ملت مسئول است. آقای خزعلی. در برابر ملت مسئوله در جواب آیون. این اختیارات عبارت از امکانات و همون مسئولیات، نه اینکه اختیار این چیزی رو انجام بدن یا ندن. وظایف و اختیارات مثل وظایف و امکاناتی، بنابراین بسیار بجا افتاده و روشنه و در برابر ملت مسئولی. رهبر هم امضا میکند ریاست جمهوری را، ریاست رئیس جمهوری را برای ایفاء وظایف ملت. بنابراین در برابر رهبر یا مجلس وقتی مسئوله که خیانتی به خود رهبر کرده باشد یا خیانتی به مجلس. نوع کارهاش کارهای مربوط به ملت و مسئولیتشون باید در برابر ملت باشه. خیانت به آقای کیاوش قرار نشد جوابی حضرت عالی لطف کنید. آقای موسوی اردبیلی.
آقای موسوی تبریزی، آقای آقای موسوی جزائری، آقای منتظری مطلبی گفتن ندارم. آقای رشیدیان، با توجه به این که رئیس جمهور رئیس قوه اجرایی و فقط مأمور اجراست، مأمور اجرای قانون اساسی است و مأمور اجرای مصوبات مجلس شورای ملی است، بنابراین باید در برابر مجلس شورای ملی و شورای نگهبان و مقام رهبری مسئول باشد، به خصوص که اگر در مقابل ملت مسئول است، یعنی ملت از چه راهی این حسن انجام وظایف ایشون را یا عدم انجام وظایف ایشون را بررسی میکنه. گفتیم قانون مگر که فرمودن آقای خزعلی که ایشون کارهای مربوط به ملت انجام میدن، کارهای مربوط به ملت دو قسم، یه قسمش قانون اساسیه، یه قسم هم مصوبات مجلس شورای ملی، و این بهترین راه است که نمایندگان ملت و شورای نگهبان این مسئولیت رو ازش بخوان و به کارها و وظایفش رسیدگی بکنن. دوستان مثل این که مکرر راجع به شورای نگهبان مسائلی میفرمایند که با اون مطلبی که درباره شورای نگهبان گفته شده ارتباطی نداره. شورای نگهبان شورای کارشناسان است. کارشناس اظهار نظر درباره انطباق یا عدم انطباق یک قانون، یک مصوب با موازین اسلام و با قانون اساسی، و اون اصلا نمیشه پاش به این کارا کشونده بشه. و اما این که گفته شده در برابر مجلس، در برابر ملت، چون منتخب ملته، نخست وزیرش که منتخب مجلسه در برابر مجلس مسئوله، ولی خودش که منتخب ملت در برابر ملت. آقای قرشی هیچ نیست. چرا کاندیدا کرده بعد نصبش کرده امضا کرده؟ کی؟ رهبر کاندیدا نکرده. او من هم نداشتیم آقا، ما گفتیم فقط باید اون آقایون چیز فقهای شورای نگهبان، شورای نگهبان بگن این منطبق با صفات یا نه. کاندید نمیده، نصبش هم که امضاست. آقای قرشی، در حدود را برداریم بنویسیم رئیس جمهور نسبت به وظایف و اختیارات خویش. آقای ربانی شیرازی، همین گفتم. آقای دکتر، آقای توزیعی، من عرض میکنم که این اصل اصلا زاید است، برای اینکه شما قبلا تصویب کردید رئیس جمهور اگر انحراف پیدا کرد به محاکمه کشیده میشه، دیگه همون مسئولیتش است. انحراف در وقتی است که دارای مسئولیتی باشد به خلاف بکند از این حدود مسئولیت، این میشه انحراف. وقتی ما محاکمه کشیده بشه در مقابل قانون که نمایندگان، اگه نظرتون باشه اون فقط مربوط به دوران تصدی بود و محاکمه ای که مقدمه عزل باشه، راجع به محاکمه ای که مقدمه عزل نباشه اصلا مطلبی اونجا نیامد. آقا شما قرار بود که لیستتون بسته باشه. خب اجازه بفرمایید که من برای رأی گیری میخونم. اصل 98 زیلش، شما در مورد زیل سوال بخونید. آقا شما راجع به این که اگر پس از این که دوران کارش تمام شد، ظاهر این زیر این است که یک قانونی برای رسیدگی به مسئولیت رئیس جمهور در حال ریاستش تدوین می شود. یا خارج از او فرق نمی کنه. حال ریاست که نداره اینجا. اینجا نگفتن رئیس جمهور در زمان ریاست جمهور مسئول است. گفتن رئیس جمهور در حدود اختیارات خیش در برابر ملت مسئول است. این میشه یک قانونی برای رسیدگی به مسئولیت رئیس جمهور تدوین میشه؟ ببینید ما میگیم اینو قانون معین میکنه. قانون یا معین میکنه مثل همه است، قانون معین میکنه، یا قانون معین میکنه باید یک راه خاصی بره، این هم قانون معین میکنه. به هر حال میخوایم بگیم نحوه رسیدگی به تخلف رو قانون معین میکنه دیگه. ما که هنوز آقا تصویب نکرده ایم آقای طاهری این رو.
ضرر که نمیزنه اینو. اصل 98 برای رأی گیری خونده میشه. رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خیش در برابر ملت مسئول است. نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می کند. لطفاً رأی دهید. اعتبار شعوله بدونم اینجور چیزا عناوین افتخاری چیه؟ اعتبار دوله نمیدونم بشیر الممالج از این چیزا بادم هست بزنش بسید چیه؟ نتیجه رأی گیری عده حاضر 59 شماره آرا 59 موافق 51 مخالف 3 ممتنع 5 تصویب شد. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.